سلام و وقت بر شما بخیر. با سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه ششم جوزای سال 1401 هجری خورشیدی و 27 ماه می سال 2022 میلادی است. آغازم با سرخط خبرها. میزبانی تاجکستان از یک نشست منطقوی، حراس این کشور از خاک افغانستان. استقبال وزارت امور خارجه از فیصله شورای امنیت سازمان ملل، تعهد بر حقوق زنان و آموزش دختران پابرجاست. و آمادگی روسیه برای حل بحران خوراک جهانی. با تفصیل اخبار با من شکریا نیازی خوش آمدید. تاجکستان میزبان یک نشست منطقوی در رابطه با افغانستان است. علاوه از آسیای مرکزی، مشاورین امنیت کشورهای هند، چین و ایران نیز در آن اشتراک داشتند. این نشست به خاطر وضعیت فعلی منطقه و افغانستان برگزار گردیده که در رابطه با فیصله های مشخص توافق خواهند کرد. تاجکستان که از یک سو برای رهبران جبهه مقاومت ملی جا داده، از سوی دیگر از خاک افغانستان حراس دارد. امارت اسلامی از این نشست استقبال کرده است. در همسایگی افغانستان، تاجکستان میزبان نشست مشاوران شورای امنیت کشورهای منطقه در دوشنبه پایتخت این کشور است که گفتگوها درباره افغانستان در آن آغاز شده و رهبری آن را نیز به عهده دارد. تاجیکستان از جانب افغانستان خود را در امنیت احساس نمی کند و حراس این کشور زمان افزایش یافت که داعش مسئولیت پرتاب یک موشک را در درگیری با طالبان از ولایت تخار افغانستان به تاجیکستان را به دوش گرفت. از سوی هم روسیه در سرحد تاجیکستان تمرینات نظامی را انجام داده و تلاش دارد تا ساخت و ساز پسته های امنیتی را در این بخش ها افزایش دهد. از طرف دیگر آمریکا نیز تعهد برای پرداخت 30 میلیون دلار برای جابجایی پسته‌های امنیتی در سرحد افغانستان و تاجیکستان کرده است. کارشناسان به این باورند که نگرانی‌های تاجیکستان و کشورهای دیگر در قبال این موضوع برطرف نگردیده است و آنها می‌خواهند که تلاش‌های مشترک خود را افزایش دهند. اجنداو که اکثر وقت ده هوسیمو د امنیت مسله شامل وی چاغه په شکل داشکالو تهدید نه لاندې وی او په اوسنی وخت کې هم د افغانستان د اوسنی دولت او حکومت د مشرتابه لخوانه د ټول ډاډ او اطمینان سره چې همې همسایګانو ته ورکوي، همې نړیوالو ته د امنیت نوا ورکوي. په هر صورت دوی ډاډه نه دي او د دغه ډاډ د حاصلولو دپاره دوی همیشه په دغه مسایلو باندې بحث کوي او د هغو ګواښونو د مخنیوي دپاره مشترک تصمیم نیسي. نو په راتلونکي غونډه کې هم ښایي دا اجنډا یوه مهمه برخه وي. این گونه نشست ها در محوریت مسکو، چین، هند و ایران نیز برگزار شده است، اما در پالیسی طالبان کدام تغییری را نیاورده است. در بعضی از نشست ها امارت اسلامی نیز اشتراک کرد، با اینکه در برگزاری نشست تاجیکستان برای طالبان دعوت داده نشده، اما طالبان از آن استقبال کرده و اطمینان داده است که به شمول تاجیکستان هیچ کشور از خاک افغانستان برای خود احساس خطر نکند. طالبان دی یو سلسله تشویشونو متناسب جواب وای د محمد خاین لاس واخلی او د دې لپاره زمینه سازی وکړي چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په دې هیواد باندې مسلط شي. نړیوالو تشویشونو ته متناسب جواب ویل د حاکمیتونو کار دی او طالبان دا کار باید وکړي. تاجیکستان نیز در کشور خود چهره‌های ضد امارت اسلامی را نگهداری کرده که درباره جنگ در افغانستان پلانگذاری می‌کنند، اما بلکس توقع دارد تا افغانستان در آن متضرر نگردد. باورها این است که برای ثبات و امنیت منطقوی باید تلاش‌های مشترک صورت گیرد. په سیمه کې وروستۍ تغییرات او تحولات د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي دي او وخت نا وخت د بیلابیلو ناستو تابعه کوي. ولې د تاجکستان وروستۍ ناسته به هم یوازې د اندېښنو د بیان یو سنګر اوسیږي، زه فکر نه کوم چې ډېرې زیاتې عملي پایلې دې ولري.
دیده شود که نشست تاجیکستان درباره سیاست‌های امارت اسلامی کدام تغییر آورده می‌تواند و یا خیر، اما با تداوم این گونه نشست‌ها قرار است که ازبکستان نیز میزبان نشستی باشد که در آن یک نماینده امارت اسلامی هم اشتراک خواهد کرد. وزارت امور خارجه از فیصله شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با کمک‌های بشری به افغان‌ها استقبال کرده است. وزارت امور خارجه طی یک اعلامیه نگرانی سازمان ملل را در پیوند به حقوق زنان و آموزش دختران به جا خوانده است. امارت اسلامی میگوید با تمامی حقوق زنان و دختران متحد هستند و باقی خواهند ماند. وزارت امور خارجه از فیصله شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده که در رابطه با تداوم کمک های بشری به افغانها و بهبود سیستم بانکداری افغانستان کرده است. وزارت یاد شده فیصله نامبرده را به خاطر وضعیت روان بشری مهم و اقدام نیک خوانده است. در اعلامیه منتشر شده از ایالات متحده آمریکا خواسته شده که سرمایه های انجمال شده افغانستان را آزاد و محدودیت های اقتصادی را بردارند. وزارت امور خارجه امارات اسلامی از فیصله شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به بهبود سیستم بانکی افغانستان و کمک‌های بشری با افغان‌ها استقبال می‌کند. از ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر می‌خواهد که سرمایه‌های انجماد شده افغانستان را بدون قید و شرط آزاد و هر نوع محدودیت‌های اقتصادی را بردارد. وزارت امور خارجه نگرانی‌های شورای امنیت را در رابطه به حقوق زنان افغان و حجاب نادرست خوانده و تاکید بر تامین حقوق زنان و آموزش دختران کرده است. وزارت امور خارجه امارات اسلامی نگرانی های شورای امنیت سازمان ملل را دور از واقعیت می خواند و تاکید بر تامین حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها در چوکات ارزش های دینی و کلتوری می نماید. امارات اسلامی می گویند آنها با تمام حقوق زنان و دختران متحد هستند و هیچگاه اراده سلب کردن آن را ندارند و تلاش می کنند که در این بخش شارش ها و مشکلات موجود را بردارند. امارات اسلامی افغانستان با تعهد به اینکه حقوق همه شهروندان افغانستان اعم از مردان و زنان در کشور مسئول باشد متحد هست و خدا نخواسته کاری را انجام نداده که توهینی و یا تهدیدی برای خانم ها بوده باشه و یا کدام حق آنها سلب شده باشه. وزارت امور خارجه بعد از دو روز در حال در رابطه با نگرانی شورای امنیت اعلامیه منتشر میکنند که شورای یاد شده در نشست کشورهای عضو در پیوند به حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که زنان و دختران افغان از حق کار و آموزش محروم هستند. عنایت الله شجاع والی لوگر میگوید که از آغاز ماموریت و تا حال شکایت های را در پیوند به عملیات های انجام شده از سوی مردم دریافت کرده است. شجاع در یک نشست حمایتی مردم از نظام گفته است که برای راه اندازی عملیات ها تمایل ندارد، اما بعضا نظامیان مجبور می شوند تا علیه اهداف خاص عملیات را راه اندازی کنند و مردم باید برای جلوگیری و منحل این اهداف همکاری نمایند. بزرگان قومی ضمن اعلام حمایت خود از نظام در این نشست خواستند که برای حل یک سلسله مشکلات منطقویشان نیز توجه صورت گیرد. والی لوگر در پلالم مرکز این ولایت در نشست اعلام حمایت مردم از نظام گفته است که از آغاز ماموریت او تا حال شکایت‌های را در پیوند به عملیات‌های انجام شده از سوی مردم دریافت کرده است. عنایت الله شجاع گفته است که برای راه اندازی عملیات‌ها علاقمند نبوده، اما بعضاً نظامیان مجبور می‌شوند تا علیه اهداف خاص عملیات را راه اندازی نمایند. دماد مسئولیت په وخت کې چې کوم ځای شاپت للی ده د هغې ټول کلي خلک راغلي موږ ته شکایت ته، نو هغوی طالب هم مجبوري ده خامخا به داسې یو ځای چاپې ته او تلاشۍ ته ځي. دغه حالات جوړول نه دي په کار، دې ته ضرورت راوستل نه دي په کار چې طالب چېرې چاپې ته لاړ شي. عنایت الله شجاع والی لوگر در جریان صحبت‌های خود یک عده گروه ها را با القاب متفاوت یاد کرد و افزود که مردم قبلا با بیگانگان و نظامیان غیر مسلمان همکاری داشته است. به هغه علاقو که د عمرو دپاره یهود و ارمان کاو چې موږ علاقو ته ځان نه ورسوو، دا مسلمانان څنګه ذلیل کړو؟ ډېر په اسانه یهودو ته، بلکې دوی به خپله د یهودو سره ملګرتیا وه. تاسو په هغه حالاتو خبر یې خامخا به مې لیدلی وي. اوس آیا په افغانستان کې مغسې حالات راوستل؟
مردم در حمایت از نظام صدای خود را بلند کرده، اما شماری از باشندگان ازرق خواهان توجه و حل به برخی از مشکلات اجتماعیشان شدند. امارات اونم دلیل ده چې خپل ولس پر رسمیت وپیژني، او ولس باید دای پر رسمیت وپیژني. ولس او امارات سره ورونه سي که خارجیان مون پر رسمیت وپیژني ګټه نشته، که نه پیژني ګټه نشته. رای ولسوالی ازر که در تمام سالا محروم بوده و امروز به مشکلات مواجه هستند، این مشکلات باید رفع شود. ولسوالی ازر به مرکز وصل شود، نباید دیگه اید در محرومیت زندگی بکنه و یا مشکلات خود از طریق ولسوالی از ولایت ننگرهار حل بکنه. در 20 سال گذشته راه های ولسوالی ازرق مسدود بود و حکومت پیشین اکمالات نظامی خود را از طریق هوا انجام می داد. مردم با مشکلات غذایی مواجه بودند و در بخش های معارف، صحت و دیگر موارد نیز توجه صورت نگرفته است. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا در رابطه با نرخ قیمت های اولیه مواد خوراکی و وضعیت اقتصادی مردم گزارش را منتشر کرد. این اداره در گزارش هفتوار خود نوشته که تقاضا بر مواد افزایش یافته، اما بازارها با کمبود مواد روبرو است. در این گزارش دلایل کاهش ارزش افغانی در برابر دلار هم ذکر شده است. اوچا گزارش هفتوار خود را درباره قیمت‌های مواد خوراکی و غیر خوراکی، نیازمندی‌ها و دسترسی به ضروریت‌های مواد اولیه مردم در افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بازارهای افغانستان با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده، تقاضا بیشتر و برعکس قیمت‌ها بلند رفته است. هلمند، سمنگان و بغلان از جمله ولایت‌های است که بازار آن با کمبود مواد مواجه است و یکی از دلایل آن پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دلار و کمبود پول در بانک‌ها گفته شده است. افغانی در جریان این هفته در برابر دلار آمریکایی 1% ارزش خود را از دست داده است که از 89.6 90.5 بلند رفته است. افغانستان اکنون هم با چالش‌های جدی نبود آب پاک روبرو می‌باشد و کمبود پول در بانک‌ها و بازارها داد و گرفت را محدود ساخته است. اوچا یا دفتر هماهنگی بشری سازمان ملل در مورد وضعیت اقتصادی افغان‌های عام گفته، در حالی که وضعیت اقتصادی افغان‌ها نسبت به هر زمان دیگر ضعیف‌تر شده، در بازارهای این کشور نرخ اجناس و مواد بلند رفته است. به شمول گندم، آرد، برنج و روغن در نرخ مواد اولیه خوراکی نسبت به هفته گذشته از 2% تا 3% افزایش آمده است که دلیل آن کمبود مواد در بازارها، افزایش تقاضا و کاهش ارزش افغانی میباشد. کشمکش های پسین در اوکراین و پنجشیر یکی دیگری از عواملی است که نسبت به سال گذشته بر بازارها تأثیر گذاشته است و افغانها را با مشکلات زیادی دچار کرده است. نگرانی ها نیز این است که اقتصاد مردم ضعیف شده، سطح بیکاری بلند رفته و نرخ مواد نیز روز به روز افزایش می‌یابد. باشندگان کابل از کثیف بودن و ازدیاد زباله ها در این شهر شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند که تجمع و ازدیاد زباله ها در این شهر آنان را نگران ساخته و می افزایند که افزایش روزافزون کثافات در داخل شهر سبب گسترش بیشتر امراض خواهد گردید. از این جمله دریای کابل یکی از مکانهایی است که در داخل شهر موقعیت دارد و بسیاری اماکن نزدیک به آن به حیث یک زباله‌دانی از آن استفاده می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم. افزایش روزافزون کثافات در داخل شهر باشندگان کابل را نگران و با مشکل روبرو کرده است. دریای کابل در داخل شهر از مناطق می‌گذرد که ازدحام مردم در آن بیشتر است. شهریان کابل می‌گویند که ازدیاد کثافات زندگی این شهریان را دشوار ساخته و نمی‌توانند به راحتی به کارشان ادامه دهند. شخصا زه هر ورځ مریضم ده اوس مستونه په درد سترګو درد بس هر ورځ غي د مغزم په درد دي بجنه دلته ناس دغم غربت دلته څنګه جنگلی ډوله د ملي بس تادګات د یو توهین د ملي بس د ټول خلکو تر ورځ خلک موږ ته شکایت کوي موږ واسه نه سپورانه دي کوم چاته د مسولین دي ابو ته موږ دا خبره رسولې ده. هر چند شاروالی کابل در جاهای مختلف شهر زباله‌دانی گذاشته است، اما اکثریت اماکن نزدیک به آن کثافات خود را به دریا می اندازند و این امر سبب ناپاکی شهر گردیده است. در کناره های این دریا رانندگانی که مشغول کار و غریبی هستند، آنها نیز از وضعیت بد این دریا خسته شدند. ورور زده دغه ملی بس دریاریم دلته مونږ دی ورځی څلور یا پنځه یا شپږ پیری سهار نه تر ماخامه پوری کار کوو
دغه د شاروالۍ ګند دلته پروت دی، مونږ یې بیخي لیونیان کړي یو، حتی مونږ ته بیخي یو رواني مریضي پیدا کړې ده. څو واره مو شاروالۍ ته شکایت وکړو، خو هیڅوک زمونږ خبره نه مني. بې انتها زیات بوی دی سوارلۍ، خلک مچان هر څه دې موټر ته راننوځي. مونږ د څو بار بار شاروالۍ ته شکایت وکړو، شاروالۍ سره مو خبرې، شاروال هلته راته خاکي بیا راځي نه، همدغه زمونږ مشکل نه حل کوي. شاروالی کابل میگوید تلاش ورزیده تا کثافات را از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری و به جای مشخصه که از شهر 15 کیلومتر دور است انتقال دهد و از مردم خواهان همکاری در این زمینه شده است. کابل شاروالی په کابل شهر کې خپل غنځي پاتی سیستم لري او مشکلی در شهر سره راټولوي او مشخص ځای ته انتقالوي. او زموږ دینی هوادوال چې متاسفانه سرغړونه کوي او په ناقانون شکل باندې خپل اشغالي هغه مشخص ځای ته نه انتقالوي، لکه چې د کابل فصیلیا دریا باندې ورچی د خبر سرغړونه ده. او زموږ اخلاقي توصیه دوی ته دا دي چې دا کارونه کوي او د قانون پړنه کې به لسکه د دوی سره قانون پړنه. شهر کابل یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان است که حدود 7 میلیون انسان در آن زندگی می کند، اما مراعات نکردن فرهنگ شهرنشینی، نفوس زیاد و توقف کردن بی جای وسایل نقلیه زندگی شهریان را دشوار ساخته است. مناطقی از ننگرهار که در گذشته سنگرهای جنگی بود، حالا به مکانهای خوب و تفریحی برای تماشاچیان مبدل گردیده است. فارم سوم ولسوالی بتیکوت یکی از ساحاتی است که تماشاچیان از ولایات دوردست برای تفریح به آن مراجعه می کنند. تماشاچیان از امنیت بتیکوت خرسند به نظر می رسند و از حکومت می خواهند که برای آنان در این مناطق امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم سازد. زیبایی های طبیعی فارم سوم بتیکوت برای بعضی ها ممکن این تصویر غیر قابل باور باشد، اما اینجا تصویر ساحاتی است که سالها در آن جنگ سپری شده و سنگر داغ نبرد بوده است. زیبایی های طبیعی و امنیت نسبی آن توجه تماشاچیان را به خود جلب کرده و مردم از مناطق دوردست برای تفریح به اینجا می آیند. گرد همایی و قصه های جوانان به هدف رفع خستگی های چند هفته‌ای آنان در اینجا برگزار می شود. تماشاچیان می گویند که زیبایی این مناطق برای آنان خاص است و چند لحظه را با خرسندی سپری می کنند. در آن روز چه زمان در ملگری و تقریبا در طول از پور تعداد دی زمان یا مخضا و چه اگر تفریه است حد در پر رغلی بس جمعه ورز هم گذا چکر بم و داغلو دا غلطا و بس زهر بم مرام شی بیتا به سبا دا خیر بیتا زو خل کارو تا. تماشاچیانی که به اینجا حضور رسانیدند شایعات و نگرانی ها را درباره امنیت این منطقه که مردم میگویند نادرست میدانند. کابل نراغلی ما دی فارمونو طبیعی خپله ډیر خوندور ده، امنیت هم برقرار ده. اړوند ارګانونو نه غوښتنه لرو چې دلته کوم اساسات دي، سرکونه دي، نور د چکر د ښکلا ځایونه دي، هغې باندې باید کار وشي تر څو مراجع راتلونکي توجه ځانته جلب کړي او ټول خلک راشي دلته سیاحت وکړي. کینوی بتیکوت که بازار شهرت و علاقمندان خاص خود را دارد، حالا فصل تربوز در آن رسیده و زمین باغ ها جمع آوری می شود. هم دی کابل خلکی، هم دی برک مولیتون خلکی، هم دی زیو سیدون کی بشندگان چول کن در زیو خلی آقا هم خود تند خلوگی. با گفته باشندگان محل، مراجع مردم به این مناطق در حال روزافزون بوده و تماشاچیان از ولایت های دوردست نیز برای دیدن از میله ها و باغ های بتیکوت به این ولسوالی می روند. برنامه آبرسانی پاک به مکاتب در هلمند آغاز گردید. هدف از آغاز این برنامه رسانیدن آب پاک به شاگردان مکاتب است که از سوی یونیسف تمویل مالی می گردد. مسئولین یونیسف می گویند که این پروسه آبرسانی پاک را در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت و چهار ولسوالی برا انداختند.
پروگرام آبرسانی پاک به کمک مالی یونیسف یا مؤسسه حمایت از اطفال در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و در برخی از ولسوالی‌های آن آغاز شده است. 84 ذخیره‌گاه آب پاک در 61 مکتب در شهر لشکرگاه و ولسوالی‌ها جابجا شدند و از ادامه این روند نیز یادآوری گردیده است. شاگردان لیسه عالی شهید انجینیر عبدالمتین در شهر لشکرگاه بابت این اقدام احساس خوشی می‌کنند. علی دیس خراجی او دیدت نور هم مسو چراشی پداش مکتبونو کې لکه زمون مکتب یا هم بل رسمي مکتب دی جاشه کړنه عمل سره کې لکه شو مثال اوس دو بو سیستم دی چې د شین انجینر عبدالمتین علی سی کې پهل حال دی دا کار پر مخوړې د پروژه بشپړه کړی ده. معمولا په دې په مکتبو کې ځینی وخت وبو نشتون وي اوبه نه وي، نو په دې خاطر دا دوامدارې اوبه چې تاسو کله موږ ته ذخیره کړي وروسته نو موږ د دغو اوبو څخه استفاده کړو. هلمند که 18 ولسوالی دارد، تا حال برای یک تعداد کم از این ولسوالی ها سیستم فعالسازی آبرسانی پاک در آن جریان دارد، اما مکاتب زیادی هستند که هنوز شاگردان آن به آبهای پاک دسترسی ندارند. نو د یونیسف د خاص خو چې دغه اقدام سوی دی چې په مکاتبو کې د پاک اوبو لپاره یو سیستم جوړوي، دا ډیر ښه اقدام دی. دا موږ ستایو. دا اوبه پاک اوبه څخه که چیرې دلته شاگردان د چشولو دپاره استفاده کوي او یا هم د نورو شان دپاره استفاده ځینې کوي، نو په دې کې به د مریضونو څخه ډېرې مخنیوی وسي او همداسې د نورو ستونزې چې د اوبو د عامله و دوی ته پیښیږي د هغه څخه به مخنیوی وسي. اوبه چونچې حیاتي ماده ده په ژوند کې، نو دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید ټولو انسانانو ته پاکې اوبه ورسیږي. از سوی دیگر، رئیس معارف هلمند میگوید که پروسه آبرسانی پاک به همکاری یونیسف در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت و 4 ولسوالی آن آغاز شده و نیز تلاش دارند تا این پروسه در تمام مکاتب آن تطبیق گردد. یونیسف لگشت باندې د هلمند ولایت په شهر او په 4 ولسوالی کې د پاک اوبو رسولو لپاره هغه د اوبو ټانکیو د نصبولو مسئولین میگویند که در جریان پروگرام رساندن آبهای پاک تا حال 51 ذخیره‌گاه آب برای مکاتب دختران و 10 دیگر آن برای پسران نصب گردیده و این منجر به دسترسی هزاران شاگرد به آبهای پاک شده است. جدا از نبود و عدم دسترسی به آبهای صحی در مرکز و ولسوالی‌های هلمند، نبود تعمیرها برای شاگردان آن یکی دیگری از مشکلاتی است که جریان تعلیمی را در این ولایت به کندی روبرو ساخته است. در برخی از ولسوالی‌های هلمند هنوز هم مکاتبی وجود دارد که اطفال آن زیر شعله‌های گرم آفتاب تعلیم می‌کنند. و فشرده چند خبر کوتاهی دیگر. نیروهای امنیتی روز گذشته در چک پوینت غیبی بابای ولسوالی سرخرود ننگرهار بر کاروان موترهای روسی شلیک کردند. مردم محل میگویند در این حادثه روس و راننده موتر زخم برداشته است. مجروحان حادثه اکنون در شفاخانه یوزوی ننگرهار هستند و وضعیت صحیشان اطمینان بخش گفته شده است. مسئولان امنیتی تا هنوز در رابطه به این حادثه ابراز نظر نکرده و نه هم دلیل حادثه روشن گردیده که چرا نیروهای امنیتی بر کاروان موترهای روسی شلیک کرده. بعد از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان، چندمین بار است که بر کاروان موترهای روسی از سوی نیروهای امنیتی در چک پوینت ها شلیک صورت می گیرد و مردم ملکی در آن متضرر می گردند. یک زن در ولایت هلمند به دلیل درخواست حق میراث به قتل رسیده است. این حادثه روز پنجشنبه در منطقه گلاغا بازار ولسوالی نادلی ولایت هلمند رخ داده است. منابع امنیتی محلی تایید می کنند که زن یاد شده سوی 4 برادرش به دلیل درخواست حق میراث به شکل مرموز کشته شده. منبع میگوید در پیوند به قتل این زن 4 برادرش دستگیر گردیده است. منبع اضافه میکند ارگان های کشفی و امنیتی هلمند تلاش ها را به خاطر دستگیری 2 تن دیگر آغاز کرده است. کار بازسازی 5 کیلومتر سرک در منطقه اوبخیل ولسوالی پچیراگام ننگرهار از سوی اهالی محل آغاز گردید. به گفته باشندگان محل در منطقه یاچده تا هنوز هیچ سرک اعمار نشده و مردم در عدم آن با مشکلات زیاد روبرو بودند. مصارف جاده یاچده که از سوی مردم محل پرداخت می گردد روز پنجشنبه کار رسمی آن آغاز گردید. اهالی پچیراگام می گویند در 20 سال گذشته از خدمات زیاد بی بهره بودند و در بخش بازسازی هیچ کار با آنها صورت نگرفته است.
شایعات گسترش بیماری مانکی پاکس در ننگرهار رد گردید. تیم مبارزه با واقعات عاجل و عکس العمل ریاست سهتامه ننگرهار گسترش بیماری مانکی پاکس را رد کردند. آنها میگویند کودکی که در شبکه های اجتماعی گفته میشد به بیماری یاد شده مبتلا گردیده است، بعد از معاینات نتایج آن منفی نشان داده شده است. دکتران میگویند بیماری نام برده جلدی است و آوازه ها هم نادرست است که در ولایت ننگرهار بیماری مانکی پاکس منتشر گردیده است. کودک یاد شده که در یک شفاخانه خصوصی بستر است، تداوی آن صورت گرفته و به هدف نگهداشت حفظ الصحه به خانوادهش توصیه گردیده است. سپاسگزارم از شما و همکارانم. سرویس خبری این ساعت در همین جا به پایان میرسد. وقت بخیر، خداوند نگهدار.